حالا کندک اول قطعات خاص و نیروهای کماندوی پیاده وزارت دفاع امارت اسلام در شب و روز داشته و در هر نوع شرایط و اوضاع جوی آماده اجرای وظایف می باشند. دشمن بارا شده و آن را تخریب می کند. حالا کندک اول قطعات خاص و نیروهای کماندوی پیاده وزارت دفاع امارت اسلام در شب و روز داشته و در هر نوع شرایط و اوضاع جوی آماده اجرای وظایف می باشند.
تبدیل میکنن. جایی که قرار داریم این منطقه به نام چهارای مسعود یاد میشه و فعلا نامگذاری شده به نام چهارای ساعت عامه. قسمی که شما شایده میکنید رژه نظامی است و نظامی های ما رژه نظامی میکنه. بیشتر میریم نظرات وطندارای خودم میگیریم و انشالله که همیشه عمود و فضای مناسب باشه به این روزایی که خاص است تجلیل شود. بیرقا بالا شده، وطندارای ما با موترهای خود موتسکلهای خود نصب کرده، میریم نظرات وطندارای خود میگیریم و از وطندارای ما پرسان کنیم این روز چگونه روز است. بیشتر میریم تا آخر برنامه بیننده ما باشیم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید سینگه. بخیر شدی الحمدلله. جوری تشتگه است. تبت نخی. خیر و سجده مبارک سیز منم سودایست دی. خیلی صاحب سودایست. خیلی صاحب. این روز مبارک باشه، این ماشاءالله این روز تجلیل میشه، این روز کنام روز است. در روز دیر بختور روز او در خوشحالی زایدی الحمدلله چه افغانان پا شامن که در روز منزی او پاس بده روز منزی امریکان در پاکستان څخه وتلی دی اشغالګر دا یو دیر بختور او نیک روز ده. فضل خدا با آمدن امارات اسلامی افغانستان 3 سال میشه میگذره. اهمیت فضل خدا تامین از ساخت و ساز با شما قناعت بخش است پولیس امن تامین دی او پاسو هر څه ټول برابر دی چاته مشکل نشته او ټول به دې مشار کې څه دا ورځ په دغه توګه سره منځي ان شاء الله هیڅ مشکل هم نه تاسو مې نه درشار څه کار وبور کوي مجاهد یو ویل غواړو چې کله دا چې یو اقدام وکړي هغه ته به موږ دا چې جواب ورکو چې دوی به ټول مل بیا یاد وساتي. افغانستان خلق څه پیغام لري؟ افغانستان خلکو ته دا پیغام لري کوم څه کوم موږ تاسو ولونه چې دی خارج تکلیل دی هغه ته موږ غیر خلاص ده دوی را چې لکه څنګه چې دلته د افغانان زندگی کې ژوند کوي وشه توګه تر دوی دم دا چې ژوند دلته وکي دا د دوی خاور دا دوی ملک دی افغانستان زموږ تاسو د ټول هیواد دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خو څنګه جوړې؟ الحمدلله تاسو سوال د ملګری شکر د فضل جلاله. څنګه هم چای د دلته څنګه خرڅو؟ د ما نوم فزدا عبدالملک دی لوګر ولایت برک برک ولسوالۍ اوسیدونکی. نو دلته زه یو دینی مدرسې کې طالب العلم یم او نن د ازادۍ د منزل لپاره وتی یو د ازادۍ ورځ. بس خیر چې تاسو د مبارک ټول مسلمان امت د مبارک وي. انا فضل خدا تمام وطندارای ما اومده امروز تجلیل میکنه. چه روزی است؟ الحمدلله او د الله ډیر لوی فضل او کرم د کوم غو تاسو باندې سي دغه سي استقلال موږ تاسو سره نصیب کړی دا خدای دې موږ دې غوتللو شهیدان ورون دي قربانیو سماره ده چې موږ تاسو به سر ګوینو نو موږ تاسو به دې شکرانه ادا کو نه تنها داسې چکر باندې به د منځو باید الله تعالی ته نپلی عبادت هم وکړو الله تعالی موږ ناراضی شي. اگر وخت پاکستان در خاک ما مداخله میکنه چی گفتنی داره به پاکستان؟ پاکستان خو اول تر اخره دې موږ تاسو دښمن پاتې شوی ده پانسایګان کې د موږ تاسو زیات دښمن سي دا قوي دښمن سي دا هغه پاکستان د موږ پیغام یو ته دا چې دلته ټول دنیا راغلی و کوپری مملک راغلی و له الله په نصرت موږ ماته ورکړه او پات سو دغه سي یو غریب ملک سي پاکستان دا د موږ مقابله هیڅ کله نشي کوي ځکه د موږ جنگ د موږ جګړه د موږ د اسلام د ایمان په بنیاد باندې دا موږ چا سره شخصي تضاد نه لرو وکچرته پاکستان د موږ په خوره باندې ارغل کې یا وار کې نو موږ باندې دا واجب دي لغینه به دي پاکو پاکستان ته ان شاء الله موږ په هر وخت کې بیرته قوي جواب ورکو غوښتون کې جواب ورکو ان شاء الله. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پښتون څنګه جوړې؟ شکر ده الحمدلله. خیریت ته وخت په خیر ده. سلام چا ده؟ زما نوم سید نورغا سعادت یم د بدغس ولایت نارغل هم دلته کابل کې. روز استقلال مبارک باشه. زنده باشیم با شما و با همه دوستا افغانستان مبارکی میگیم. عین از بادخیز زد بخاطر همین روز آمدیم. قیس آمدیم خاطر همه روزای جمع و جوش و تفریح و آزادی اینجا. این روز چگونه روز است کاری شد؟ این روزی است که فیروزی طالبا که مجاهدین فیروز شده در افغانستان. این فیروزی تنها امارات اسلامی افغانستان است تمام ملت افغانستان بسته ملت افغانستان این فیروزی یکی از مردم افغانستان از امارات نی از بسته ملت افغانستان اول فضل خدا ببینین که وطندارای ما میه به غیر نظامی ها میه این روز تجلیل میکنند خب این یک روز آزادی است که خاطر از اینه که امنیت برقراره شکر ترس و لرز چیزی نیه هر کدوم اگر ملکی نظامی هر کدوم میتونه که بیا اشتراک کنه و اشتراک میکنه در این آزادی شکر الحمدلله که هیچ ترس و لرزی به دل کسی نیه که بترسه بگه یار یا چیکار خواه شد یا فلان خواه شد از خیلی سعی کنیم از ولایت
بادغیس ما اینجا آمدیم دیگه ببینیم که دیگه کدوم ولایت ها شاید اینجا تشریف آوری کرده باشند. همین تغییرات که 3 سال آمده به شما قناعت بخش است؟ انشاءالله به تمام افغانستان قناعت بخش. اینه ماشاءالله در قسمت ساختساز امارات اسلامی افغانستان خیلی کار کرده، خیلی سرکار را جور کرده. خب تمام ملت میبینه، ضرورت به ما نیه که ما بگیم، انشاءالله همه شما بزی جریان هستیم و همه گی میبینیم. چی پیام داریم به پاکستان؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم بہت خوش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس طرح آزادی نصیب فرمائی. یہ ایک اسلامی نظام ہے الحمدللہ. اگر اس طرح نظام ساری دنیا میں راج ہو جائے گا تو الحمدللہ ہر ملک والے خوش ہوں گے. ہم ہر ممالک کو یہ کہتے ہیں کہ خدا را ہمارے نظام میں مداخلت نہ کرے. ہم آپ کے نظام میں مداخلت نہیں کرتے، لیکن اگر آپ نے ہمارے نظام میں مداخلت کیا، ہمارے یعنی مٹی کے اندر آپ نے ہاتھ مارا، تو ہم ڈبل جواب دیں گے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. تو خدا را ہم ان مسلمان بھائیوں کو کہتے ہیں جو ہمارے ساتھ، جس کا بارڈر ٹچ ہے، وہ ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، خدا را ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ کام نہ کرے. یہ مسلمان ملک ہے، اسلامی ملک ہے، ہم بھائی بھائی ہیں، ہم آپ کے ساتھ یہ سوچ نہیں رکھتے کہ ہم آپ پہ حملہ کرے، لیکن خدا را ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم پہ حملہ نہ کرو. اگر آپ ہم پر حملہ کریں گے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم تیار ہوتے ہیں ہر وقت. یہ ہم ڈرنے والے بھی نہیں ہیں. ہم الحمدللہ 42 ملکوں کو ہم نے شکست دیا، تو ایک دو اور ملک کیا چیز ہے، لیکن ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم پہ حملہ نہ کرو. ہم بھائی بھائی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة. مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے، تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم آپس میں بھائی چارہ ہو جائے، ہم آپس میں ایک مٹی ہو جائے، تاکہ ہم یہ دین و اسلام کو پوری دنیا میں انہیں پلا دے. در نشست بن از شیطان بزرگ حمایت کردن. پس بفهمین که مسلمان و اسلام بودن و چهار و وقت چقدر فرق داره. من نمیفهمم که توجیهش به امت اسلامی چی خواهد بود. من شخصا من حیث یک شاگرد ابتدایی علوم سیاسی و اجتماعیات نمیفهمم که توجیه و دلیلشان چی بود، مگر این کار کردن. باز هم ما غماز کردیم. امروز امارت اسلامی افغانستان، نظام افغانستان، دولت با اقتدار افغانستان، ملت افغانستان به یک فیصله جمعی رسیده. عزیزان توجه کنین، خانه اگر سوخت خشتا پخته شد. ما قدمندانه با همسایه ها برخورد نمی کنیم. ما از حق فرد خود در چوکات قانون و ارزش های انسانی دفاع می کنیم و به اینمی اکتفا کنند که دیگر افغانستان و مردم افغانستان آواره نیست. تصمیم جمعی، تصمیم همه افغانهای خارج کشور ما عودت به کشور است. عودت کشور زمانگیر است. جهان جنجال ها بر ما آفریده. همسایه ها در چوکات تمدن اسلامی، در چوکات آریانای کبیر مکلفیت های فرهنگی، تاریخی، سیاسی و انسانی تا را درک کنین و به او عمل کنین. اسلام دین عمل است، نه شعار. هر عابد، هر ملا شاید فرد عادل نباشه، مگر هر کسی که عادل و عاقل باشه شاید یک متقی خوب باشه.